فصل 11. امیدوارم از سخنان من که تا حدودی ابلهانه است ناراحت نشوی. خواهش میکنم آن را تحمل کنی. علاقه من نسبت به شما علاقه است الهی، زیرا من شما را به عنوان یک باکره پاکدامن به عقد مسیح درآورده و به او تقدیم نمودم. اما اکنون میترسم همانطور که حوا به وسیله زیرکی مار فریب خورد، افکار شما نیز از ارادت و اخلاصی که به مسیح دارید منحرف شود. زیرا اگر کسی پیش شما بیاید و عیسای دیگری جز آن عیسایی را که ما به شما اعلام کردیم اعلام کند، آیا با خوشحالی او را قبول نمی کنیم؟ و آیا حاضر نیستید با خوشحالی روحی غیر از آنچه قبلا پذیرفته بودید بپذیرید و یا مژده‌ای غیر از آنچه قبلا به شما داده شده بود قبول کنید؟ گمان نمی کنم من از آن رسولان عالی مقام شما کمتر باشم. شاید ناطق خوبی نباشم، ولی می دانم درباره چه سخن می گویم. ما این را در هر فرصت و هر مورد ثابت کرده ایم. من انجیل را مفت و مجانی به شما رسانیدم. من خود را حقیر ساختم تا شما سرفراز شوید. آیا با این کار من مرتکب گناه شدم؟ من معاش خود را از کلیساهای دیگر گرفتم و یا به اصطلاح آنها را غارت کردم تا بتوانم مجانی به شما خدمت کنم. وقتی با شما بودم با وجود اینکه به پول احتیاج داشتم به هیچ یک از شما تحمیل نشدم. بلکه وقتی برادران از مقدونیه آمدن احتیاجات مرا رفع نمودند. من هرگز خود را به شما تحمیل نکردم و در آینده نیز نخواهم کرد. به حقانیت مسیح که در زندگی من است سوگند یاد می‌کنم که هیچ چیز نمی‌تواند مانع فقر من در تمام سرزمین یونان باشد. چرا کمک شما را قبول نکردم؟ چون شما را دوست ندارم؟ نه، خدا می‌داند که شما را دوست دارم. من به این کار ادامه خواهم داد تا ادعای کسانی را که با غرور می‌گویند رسالت آنها و رسالت ما یکسان است خونسا سازم. زیرا این اشخاص رسولان دروغین و خادمین فریبکار هستند که خود را به شکل رسولان مسیح در می آورند. و این چیز عجیبی نیست. شیطان هم خود را به صورت فرشته نور در می آورد. پس اگر خادمین او خود را خدمتگزاران عدالت و نیکویی جلوه دهند جای تعجب نیست. در عاقبت مطابق اعمالشان کیفر خواهند یافت. تکرار میکنم، هیچ کس مرا احمق نداند، ولی اگر درباره من اینطور فکر میکنید پس اقلا مرا مثل یک احمق بپذیرید تا بتوانم کمی به خود ببالم. الان از روی غرور و مثل یک آدم احمق از خود تعریف میکنم و نه مثل یک مسیحی. چون بسیاری به امتیازات دنیوی خیش میبالند، من هم میخواهم به امتیازات خود ببالم. شما باید چقدر روشن فکر باشید که می توانید اینطور با افراد احمق مدارا کنید. البته اگر کسی شما را به بردگی درآورد یا استثمار نماید یا از شما بهره برداری کند یا به چشم حقارت به شما نگاه کند و به یا به صورتتان سیلی زند، حتما ناراحت نخواهید شد. با شرمساری باید بگویم که به علت ضعف خود ما بود که نتوانستیم این کارها را انجام دهیم. اما اگر کسی جرأت کند که به چیزی ببالد، من کمتر از او نیستم. گفتم که مثل یک نادان حرف میزنم. آیا آنها عبرانی هستند؟ من هم هستم. آیا اسرائیلی هستند؟ من هم هستم. آیا فرزندان ابراهیم هستند؟ من هم هستم. آیا آنها خادمین مسیح هستند؟ من بیش از آنها او را خدمت کردم. باز مثل یک دیوانه حرف میزنم. من بیش از آنها زحمت کشیدم و بیش از آنها در زندان بودم. دفعات بیشمار شلاق خورده و چندین بار با مرگ روبرو شدم. یهودیان مرا 5 بار و هر بار 39 ضربه شلاق زدند و 3 بار از رومیان چوب خوردم و 1 بار هم سنگسار شدم. 3 بار شکست کشتی شدم و 1 شب و 1 روز دستخوش امواج دریا بودم. در مساورت‌های زیاد خود با خطر سیل و راهزنان روبرو بودم و از دست یهودیان و غیر یهودیان و برادران دروغین در شهر و بیابان و دریا با مرگ مواجه شدم. من متحمل سختی‌ها، زحمات، بیخوابی و گرسنگی و تشنگی فراوان شدم.
و غالبا بدون خوراک و لباس کافی سرمای سخت زمستان را تحمل کردم. از آن گذشته نگرانی برای تمام کلیساها باری است که شب و روز بر دوش من است. وقتی یکی ضعیف است، آیا من در ضعف او شریک نیستم؟ و اگر کسی لغزش بخورد، آیا من آتش نمیگیرم؟ اگر مجبورم فرق کنم، با آن چیزهایی خواهم بالی که ضعف مرا نشان میدهد. خدا پدر عیسی خداوند تا ابد سپاس به نام او باد، میداند که من دروغ نمیگویم. وقتی در دمشق بودم، فرماندار آنجا که از طرف حارس پادشاه به این مقام منصوب شده بود، فرمان داد که نگهبانان شهر مرا دستگیر کنند. اما برادران به وسیله سبدی از پنجره‌ای که در دیوار شهر بود، مرا پایین فرستادند و از دست او فرار کردم.